مجتبی چنانی، کارشناس نرم افزار و اینترنت از هامبورگ با ماست. آقای چنانی، هر دفعه که توییتر یک تغییر سیاستی داده، مدیریتش عوض شده، به خصوص از زمانی که به دست آقای ماسک افتاده، بودند کسانی، نهادهایی، شرکت‌های رسانه‌هایی که گفتند دیگه ازش استفاده نمی‌کنند یا ازش خواهند رفت، ولی جذبه اون برای خیلی‌ها همچنان پابرجاست. چقدر فکر می‌کنید که این بار تهدید می‌تونه جدی باشه و آقای ماسک ممکنه بعضی از مهم‌ترین کاربرانش رو از دست بده؟ ببینید، سلام می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. نکته اول در مورد ادغام کمپانی توییتر یا حذفش و در واقع رفتن محصول توییتر زیر مجموعه کمپانی اکس. نکته‌ای که وجود داره اینه که خب خیلی تأثیری نخواهد داشت روی در واقع سیاست‌هایی که آقای ایلان ماسک روی توییتر داره اعمال می‌کنه یا خود محصول توییتر. یک کمپانی به نام توییتر اینک بوده که الان دیگه وجود نداره و رفته زیر مجموعه کمپانی ایکس. این نکته اول. البته ایلان ماسک بارها صحبت از یک محصول بزرگتر در رقابت با ویچت چین و یک محصولی که بتونه کارهای بسیار بیشتری نسبت به یک شبکه اجتماعی انجام بده رو در سرش می‌پرورونده و رویاش رو داره. این نکته اول. اما نکته دوم در مورد کاربرانی که از این محصول استفاده میکنن، که احتمالاً دیدید که همونطور که اشاره کردید بحثای زیادی هست، هر وقت صحبتی میشه یه چالش وجود داره. اخیراً توی یکی دو روز گذشته بحث اون مکالمهشون با خبرنگار بی بی سی هستش که یکم حالا لحن بدی هم استفاده کرده خود آقای ایلان ماسک، یکم برخورد جدی‌تری کرده. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که خب شبکه‌های اجتماعی رو کاربرانشون زنده نگه می‌دارن. اگر این کاربران از این فضاها برن، طبیعتاً ارزششون شبکه‌های اجتماعی هم میاد پایین. در مورد توییتر هنوز که هنوزه ما خیلی فاصله داریم با محصولی که بگیم نه دیگه اون اعتبارش از دست داده یا کاربران درجه یک اون رو گذاشتن کنار، اما ما با دو تا رقیب بسیار جدی و دارای پتانسیل بالا الان مواجه هستیم که دارن رشد میکنن. یکی مستادون هستش که در واقع یک شبکه اجتماعی که شبیه به توییتر هستش که خیلی محصول با کیفیت هستش و داره کار میکنه، و یک محصول دیگه به نام بلوسکای آسمان آبی که در واقع جک دورسی فاندر از فاندرهای توییتر که در واقع شروع کرده به ساختنش و اون هم خیلی توجه زیادی رو به خودش گرفته. این دوتا محصول ممکنه بتونن در آینده تهدید بزرگی بشن برای توییتر، خصوصا که تغییرات بسیار زیادی روی در واقع اون تایملاین یا اون صفحه اول توییتر داریم میبینیم. پیام ها رو در واقع توییت ها رو شما با اون نظمی که انتظار دارید دیگه نمیبینید، در واقع مسائل امنیتی رعایت نمیشه، فضاهایی که توییت هایی که خصوصی شما منتشر کردید رو میبینیم که آدم های معمولی دارن میبینن، یعنی در واقع اون فضای خصوصیتون رو دارید از دست میدید و این جور اتفاقا. اینها همه منجر به آسیب‌هایی میشه که ممکنه در طولانی مدت اگر با همین منوال ادامه پیدا کنه، قطعاً اون یوزر بیس یا اون مجموعه کاربران توییتر رو منجر به تصمیمات جدی‌تری بکنه که برن توی شبکه‌های دیگه کار کنن. ولی حالا باید ببینیم که توییتر در نهایت، یعنی توی ماه‌های آینده چه تصمیمات جدیدی رو میگیره. ولی فعلاً یک هرج و مرج اساسی رو ما داریم می‌بینیم که اصلاً وضعیت خوبی نداره توییتر. بخشی از این نارضایتی که انصافاً واقعاً فقط متوجه توییتر هم نیست، در مورد فیسبوک هم گفته میشه، در مورد اینستاگرام هم گفته میشه و پلتفرم های دیگر، به نظر میاد که از این نشأت میگیره که این شبکه های اجتماعی در یک مقطعی شروع کردن به مداخله در خود محتوای کاربران، مثل گذاشتن یک توضیحی در مورد اینکه آیا این خبر ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه، و هیچ وقت هم طبیعتا نمیشه همه طرفا رو راضی کرد. اگه در مورد محافظه‌کاران مطلبی رو بخوان اصلاحیه بذارن، لیبرال ها شاکی میشن و برعکس. چقدر فکر میکنید که این پاشنه آشیل این شبکه های اجتماعی داره میشه؟ ببینید، یه نکته‌ای که وجود داره در مورد کیفیت شبکه‌های اجتماعی، خصوصا در مورد فیسبوک و در واقع متا و دو محصول محبوبش فیسبوک و اینستاگرام. فیسبوک که خب تبدیل شده به یک محیطی که برای بزرگسالان هست انگار و جوان‌ها دیگه خیلی سمتش نمیرن، به جنزی ها کلا تیک تاک پسند شدن یا نرم افزارهای دیگه. خب این مسئله اول. مسئله دوم در مورد اینستاگرام. ما در مورد اینستاگرام باز همین مسئله رو می‌بینیم. فراتر از این، قبل از اینکه بخوایم برسیم به اون در واقع اون آلارم هایی که در مورد محتوا وجود داره، اینه که می‌بینیم که اون نظم تایملاین ها یا اون لیست پیام ها یا پست هایی که من علاقه دارم ببینم رو به هم ریختن، به خاطر اینکه میخوان تبلیغات رو بیشتر نشون بدن، یک دو میخوان اینفلوئنسرها یا در واقع کسایی که توی یا سلبریتی هایی که توی این شبکه های اجتماعی تولید محتوا میکنن رو بیشتر پروموت کنن و نشون بدن، و در واقع باعث شده که اون شبکه اجتماعی بیشتر از اینکه یک شبکه اجتماعی باشه، یک پلتفرم در واقع اینترتینمنت
بشه و یه پلتفرم سرگرمی بشه، با اینکه نباید فراموش کرد هدف اول کاربرا برای ورود به این نرم افزارها ارتباط با دوستانشون و آپدیت گرفتن از دوستانشون در مورد اتفاقات هستش. ولی الان با این اتفاقی که وجود داره شما ممکنه وارد در واقع اینستاگرام بشید و حتی ده ها پست یا صد ها پست رو ببینید و اون آپدیت درست رو حتی از دوستانتون دریافت نکنید و انگار وارد نتفلیکس شدید و دارید انگار یه سریالی می‌بینید. پس این مسئله بعدی وقتم تمام شد آقای چنانی، عذرخواهی می‌کنم ازتون. مثل توییتر زمان ما هم کم، مشتاق چنانی کارشناس نرم افزار اینترنت از هامبورگ.